به برنامه 60 دقیقه خوش آمدید. سرخط خبرها. اعتراض‌های هماهنگ صنفی در ایران، از کارگران فولاد تا بازنشستگان نیروهای مسلح، همصدایی معترضان چه پیامی برای حاکمان دارد؟ در ادامه برنامه، اما و اگرهای صلح در افغانستان، طالبان میگوید حاضر است 6 ماه آتش بس کند اما شرط و شروط دارد. در روز جهانی مهاجرت، متقاضیان کارت سبز آمریکا میگویند گرفتن اقامت دائم سخت‌تر می‌شود. و راه حل منچستر یونایتد برای جلوگیری از سقوط شیاطین سرخ، ژوزه مورینیو اخراج شد. سلام بر شما، من جمال الدین موسوی هستم. سلام، من رنا رحیم پور هستم. جمعی از کارگران در اهواز ایران هفته هاست که اعتراض و اعتصاب کردند و میگویند حقوق عقب مانده ما را بدهید، کارخانه ما را فعال کنید، به بیمه ما رسیدگی کنید. در پاسخ بیشتر از 40 نفر از آنها را دستگیر کردند به گفته منابع خبری در ایران. این فقط اعتراض یکی از مجموعه های صنعتی ایران، گروه ملی فولاد اهواز است. رسیدگی به خواسته های کارگران نیشکر هفت‌تپه هم روشن نیست. در تهران هم بازنشستگان نیروهای مسلح روبروی مجلس تجمع کردند. خواسته های خود را فریاد زدند، ولی آزادی همین کارگران را هم فهرست کردند. آنجا هم مقام ها قول پیگیری دادند. معترضان از قشرهای متعدد سعی کردند از یکدیگر حمایت کنند. این پدیده کار را برای مقام ها سخت‌تر می‌کند یا آسان‌تر؟ سلسله این اعتصاب ها و دستگیری ها به کجا خواهد کشید؟ بیشتر در این باره حرف میزنیم. اول گزارشی از مریم افشنگ. تهران صبح امروز، بازنشستگان کشوری و لشکری روبروی مجلس و سازمان برنامه بودجه. به اوضاع معیشتی و صنفی خود معترضند، اما در ضمن از کارگران و معلمان بازداشت شده هم حمایت میکنند. کارگران فولاد اهواز دیروز آزادی کارگران بازداشت شده را می‌خواهند، ولی بازداشت ها همچنان ادامه دارد. امروز به 41 نفر رسیده. چند نماینده مجلس خواستند با اعتراضات کارگران امنیتی برخورد نشود، در ضمن بازداشتی های اهواز آزاد شوند. وزیر کار هم گفته که وزارتش با جدیت موضوع بازداشت کارگران فولاد اهواز را دنبال می‌کند. محمد شریعت مداری اضافه کرده اعتراضات صنفی کارگران باید در حیطه اجتماعی و اقتصادی حل شود، ولی متاسفانه مسئله را امنیتی می‌کنند و با برخورد امنیتی به جای اقتصادی می‌خواهند موضوع را حل کنند. دادستان اهواز هم گفته مشکلات گروه ملی یک شبه حل نمی‌شود. ما جدا از شما نیستیم، ولی نمی‌توانیم مشکلات کارگران را در کف خیابان حل کنیم. هیچ انسانی از دربند بودن انسان دیگر خوشحال نمی‌شود. شما فقط می‌خواهید صدایتان شنیده شود، اما اجازه بدهید و به ما اعتماد کنید تا مشکلات را پیگیری کنیم. معلم زندانی آزاد باید گردد. معلم زندانی. خواسته دیگر تجمع بازنشستگان آزادی معلمان بازداشت شده است. وزیر آموزش و پرورش هم گفته پیگیر وضعیت معلمان بازداشتی است. فرزند کارگرانیم، کنارشان می‌مانیم. فرزند کارگرانیم، کنارشان. قبلا و در آستانه روز دانشجو، دانشجویان زیادی با اعتراضات کارگری به ویژه کارگران هفت‌تپه ابراز همبستگی کردند. این هم پاسخ کارگران فولاد اهواز و نیشکر هفت‌تپه به دانشجویان. مسئولان حکومتی قول همکاری و رسیدگی می دهند. هر روز اما صدای اعتراض گروه دیگری بلند می شود. حالا مدتی است در لابلای شعارهای اعتراضی و همبستگی گروه های مختلف با یکدیگر این صدا زیاد شنیده می شود. شعاری که شاید به مذاق حکومت خیلی خوش نیاید و نگران یک پارچگی اعتراضات بشود. منتقدان می گویند شاید همین نگرانی است که حکومت برخوردهای امنیتی را جایگزین راهی برای رسیدگی به خواسته های معترضان کرده. قانون کار را با
هزار نیرنگ و بهانه از ما گرفت. مریم افشنگ، بی بی سی. بهرنگ زندی، روزنامه‌نگار از سیاتل آمریکا با ماست و همینطور امیر کیانپور، پژوهشگر فلسفه از پاریس فرانسه. آقای زندی، اعتراض ها از نظر شما تا حالا چه نتیجه ای داشته؟ به نظر من در 40 سال گذشته، حداقل بگیم بعد از انقلاب 57 و سرکوبی که در مورد تشکل‌های اولیه کارگری در ایران شد، این اعتراضات بی سابقه است. هرچند که ما از دهه 90 شمسی به بعد شاهد رشد اعتراضات و تجمع‌های مختلفی در مقابل نهادهای دولتی، ارگان‌های دولتی و مجلس بودیم، ولی شکل و نوع اتفاقی که در ایران میفته، به خصوص تجربه هفت‌تپه و فولاد، چه در شکل مجامع عمومی که برگزار می‌کنند، چه در شکل اینکه دیگر قشرهای مردم رو درگیر این اعتصاب کردن با نوع سازماندهی که به پیش می‌برن، حداقل می‌تونیم بگیم که این اعتراضات و اعتراضات بی سابقه است و به مسئله اول جامعه تبدیل شده، به تیتر اول روزنامه ها چه اصولگرا و چه اصلاح طرف تبدیل شده، و همین دلیل میشه به نوع دیگه ای به این اعتراضات نگاه کرد. آقای کیان، شما چی فکر میکنید؟ اگر به نتایج این اعتراض ها بخوایم نگاه بکنیم، تا حالا صرف نظر از این که تبدیل شده به یک مسئله بسیار مهم که آقای زندی بهش اشاره کرد، چه نتیجه داشته؟ ببینید، نتایج اعتراضات خب به شکل خیلی عینی و دقیق ما نمیتونیم فهرست کنیم بگیم تا اینجا این اتفاقات افتاده و این مطالبات پاسخ گرفته شده و به جواب مشخصی کارگران. اتفاق مهم، اتفاق از قضا همون چیزیست که آقای زندی اشاره کرده، خصوص بعد از دیماه، اعتراضات دیماه سال گذشته، و اینکه کارگران سالها بود اعتراض میکردن از دهه 90 تونستن مرئی بشن و دیده بشن و این خیلی اتفاق مهمیه و از زیر سایه تضاد و دعوای اعتراض اصلاح طلب و اصولگرا بیان بیرون و خودشون رو مرئی کنن و صداشون رو برسونن، صدایی که اصولا شنیده نمیشد. بسیار خوب. آقای زندی، دستگاه های امنیتی جلو سازمان ها و اتحادیه های کارگری رو گرفتند. اعتراض ها بدون سازماندهی به کجا می انجامه؟ من فکر نمی کنم که سازماندهی در کار نباشه که وقتی هفت تپه اتفاق می افته یا فولاد به این شکل جلو میره یا اتفاقاتی که خب در دیگر مراکز صنعتی در قزوین افتاد و شاهد بودیم، بدون اینکه خب به هر حال مشکل صنفی داشته باشن، اومدن با کارگران هفت تپه اعلام همبستگی کردن. ممکنه که خب به هر حال به صورت علنی و رسمی اون چیزی که ما از مسئله سازماندهی میشناسیم، سنتاً در جنبش ها و موومنت هایی که در اروپا و آمریکا اتفاق میفته، در ایران به این صورت اتفاق نیفته. ولی من معتقدم که هم در هفت تپه و هم در فولاد یک سازماندهی مشخصی صورت گرفته که نمونه بارزش در شکل مجامع عمومیه که در فولاد اتفاق افتاد. ما برخلاف سنت‌های گذشته کارگری دیگه با یه سندیکای مشخص، با یه هیئت مدیری مشخص روبرو نبودیم، بلکه مجامع عمومی بود که هر هفته تشکیل میشد و از کل کارگرایی که درگیر اعتصاب بودن میپرسیدن که آیا به سازماندهی ادامه بدیم یا نه. این نوع و تکثیر داره میشه و به نظر من داره به یک تجربه بسیار مهم برای جنبش کارگری ایران تبدیل میشه. آقای کیانپور، این که معترضا از خواستهای صنفی خودشون فراتر میرن، با گروه‌های دیگه اعلام همبستگی میکنن، این پدیده چقدر میتونه فضا رو تغییر بده؟ ببینید، دست کم توی یک سال گذشته خب هر هفته ده‌ها اعتراض کارگری و اعتصاب کارگری سراسر ایران برگزار شده و توی این مدت ما شاهد یک تحول کیفی در اعتراضات کارگری بودیم، یک تحول ذهنی و در نوع بیان ایده ها رو نزد کارگران ایران دیدیم که تجلیش خب مسئله اداره شورایی، خودگردانی و سوسیالیزه کردن وسایل تولیده. اون چیزی که قابل توجه اینه که همسنگ و هموزن این تحول در ایده ها، تحول عینی اتفاق نیفتاده، یعنی در سطح ملی دست کم تظاهرات پراکنده است، ناهمزمان، ناهماهنگ و نامنسجمه و خب این
دلایل متعددی داره و مهمترین مسئلهش خب برمیگرده به اینکه اون سازماندهی لازم برای پیشبرد مطالبات، اون چیزی که کفایت کنه که کارگر خودشون رو واقعا تحمیل کنن و نیازها و مطالباتشون رو بتونن پیش ببرن، وجود نداره. شما ببینید در دو ماه گذشته دست کم 15 تا شهرداری کانون اعتراض کارگرا بودن، یا در مرداد ما اگر اعتراضات فقط رانندگان تاکسی رو در نظر بگیریم، در ورامین، عبر، بابل، فرودگاه مهرآباد یه مجموعه از اعتراضات رانندگان تاکسی رو داشتیم، ولی خب این اعتراضات نه به هم متصل تونسته بشه و نه خب به اعتراضات رانندگان کامیون یا کارگران راه آهن. یعنی یک چیزی اینجا کم هست در به لحاظ سازماندهی. بسیار خوب آقای زنده، این نظری نیست که تایید کننده آنچه که شما گفتید باشه. شما گفتید که سازماندهی وجود داره. بله، من معتقدم که اتفاقا سازماندهی وجود داره و ممکنه که به هر حال به صورت رسمی و به صورت اون چیزی که همگان ببینن با توجه به تجربه‌ای که خب در کشورهای مختلف ما دیدیم نباشه. مثلا در ترکیه ما کل فدراسیون سراسری کارگران داریم که اسم مستعارش دیسکه و به هر حال اونجا یک متشکل از سندیکاهای سراسری، سندیکاهای مشخص در بخش‌های مختلف صنعتی ترکیه است که دور هم جمع شدن. جامعه می‌بینه که چه اتفاقی می‌افته و حتی زد و بندهاشون رو با چانه‌زنی‌هاشون رو با دولت و با حاکمیت‌های مختلفی که در اون کشور هست ممکنه مشاهده کنه. تجربه بریتانیان به همین صورت. ولی در ایران به نظر من با توجه به جو اختناق و با توجه به جو سرکوب ممکنه این بخش از مسئله دیده نشه. آقای کیانپور، اگه حاکمیت بوی تهدید به مشامش برسه، این پراکندگی که شما بهش اشاره کردید کار رو سخت‌تر می‌کنه براش یا آسان‌تر؟ جواب خب خیلی روشنه. به هر حال هر چقدر نیروی کار بتونه متمرکزتر باشه، منسجمتر باشه، بتونه ارگانهای خودش رو تولید کنه تو سطوح مختلف، سرکوبش دشوارتر میشه. این به هر حال یک جور سازماندهی سراسری، چه در قالب ارگانهای سیاسی مثل حزب یا در قالب هم سندیکایی مثل فدراسیون ها مسئله ایه که به هر حال پیش روی کارگرا وجود داره و البته دلیلی که شما اشاره کردید که بتونن در برابر سرکوب ها دوام بیارن. حرف من البته این نبود که هیچ سازماندهی وجود نداره. من حرفم این بود که در واقع نسبت به میزان مطالبات سازماندهی و شکل سازماندهی کفایت نمی‌کنه. بسیار خب آقای زندی، در این 40 سال سعی کردن جلوی یک جایگزین یا جلوی یک آلترناتیو رو بگیرند. تجربه قبل از انقلاب رو هم حاکمیت داره که بهش نگاه بکنه. چی باعث میشه که شما به این حرکت امید ببندید؟ به هر حال اون چیزی که در واقع امیدوار میکنه هم جامعه رو و هم کارگران رو به پیشروی در مورد این حرکت ها به نظر من نه شکل اعتصاب هست، که به هر حال اعتصاب در هر مقطعی با توجه به این که وضعیت کارگران به خطر میفته ممکن اتفاق بیفته، و اتفاقا اون چیزی که به صورت عینی باید گفت اینه که کارگران در ناکترین قسمت زندگیشون اعتصابه، چون نه حقوقی در کاره، نه بیمه‌ای در کاره، نه حمایت مادی در کاره و حیات و مماتشون در واقع به خطر میفته. به نظر من اون چیزی که امیدوار میکنه جامعه رو به این حرکت شکل سازماندهی و شکل به پیش بردن این جنبشه که به یک مدرسه تبدیل شده. اون چیزی که در روز اول اعتصاب فولاد و هفتف اتفاق افتاد به هیچ عنوان شبیه روز 37 اعتصاب در فولاد و یا روزهای آخر اعتصاب هفتف نبود. یعنی ما یک سیر تحول مهم و پیشروی مهم رو میبینیم که شما مشاهده میکنید. آقای کیانپور، شما چقدر موافقید با این گفته؟ به نظر من مهمتر از همه اینا در واقع اون چیزی که باعث امیدواری نفس خود این اعتراضاتی که جنس و جوهرش مثلا با اعتراضات 88 فرق میکنه. اگه توی اعتراضات سال 88 شما جامعه رو میدیدید که خیلی بیواسطه سیاسی شده بود و علیه حاکمیت اعتراض میکرد، اعتراضات کارگرها و مزدگیران صرفا اعتراض
علیه حاکمیت نیست، بلکه تجلی تضادی درون خود جامعه است و این اجتماعی شدن حرکت سیاسی در ایران، اینکه تضادهای درون خود جامعه به وارد عرصه سیاسی رسمی بشه و ببین کارگر فقط با طرفشون دولت نیست، طرفشون کارفرماها هم هست، طرفشون صاحبان ثروت و سرمایه هم هست، وقتی با خصوصی سازی مخالفن فقط با دولت در برابر دولت قرار نمیگیرن، در برابر اون نیروی اقلیتی هم که به عنوان بخش خصوصی وارد میشه هم قرار میگیرن. این تعین اجتماعی این خودش باعث امیدواریه و نه فقط برای پیشبرد مطالبات معیشتی کارگران مهمه، برای همین بحث دموکراسی در ایران مهم هست. سپاسگزارم از امیر کیانپور، پژوهشگر فلسفه از پاریس در فرانسه با ما، و همینطور بهرنگ زندی، روزنامه نگار از سیاتل آمریکا. ما رو با چند خبر کوتاه ادامه میدیم. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران در جلسه علنی مجلس ایران ادعای اعطای گرین کارت به 2500 ایرانی در جریان مذاکرات وین را رد کرده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیشتر در ماه ژوئیه در توییتی گفته بود دولت اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا در جریان مذاکرات وین که منجر به برجام شد به 2500 ایرانی از جمله به تعدادی از مقامات این کشور گرین کارت داده. پیشتر جف پرسکات از مقام‌های شورای امنیت ملی آمریکا در دولت اوباما توییت آقای ترامپ را مضحک و غلط خوانده بود. آتش سوزی در یک مرکز پیشدبستانی در شهر زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان باعث مرگ دو کودک شد. دو مصدوم دیگر هم وضعشان وخیم توصیف شده. علت این حادثه آتش گرفتن بخاری نفتی این مرکز اعلام شده. در پی این حادثه مدیر آموزش و پرورش ناحیه دوم شهر زاهدان استعفا کرد و دادستان سیستان و بلوچستان دستور بازداشت مربی و مدیر این مرکز را صادر کرده. محمود بهزادی وکیل نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی که در ایران زندانی است گفته خانم زاغری تقاضای آزادی مشروط کرده. آقای بهزادی گفته چون خانم زاغری بیش از نیمی از دوران محکومیتش را گذرانده میتواند حکم آزادی مشروط بگیرد. وکیل خانم زاغری همچنین از درخواست انتقال موکلش به بیمارستان خبر داده. نازنین زاغری در فروردین سال 95 هنگام خروج از فرودگاه امام خمینی به همراه دختر خردسالش بازداشت و به اتهام جاسوسی به 5 سال زندان محکوم شد. سازمان ملل متحد میگوید برای تشکیل کمیته قانون اساسی جدید سوریه باید کار بیشتری انجام شود. استیفان دمیستورا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه در حاشیه نشست وزیران خارجه ایران، روسیه و ترکیه در ژنو گفته باید اقدامهای بیشتری انجام شود تا کمیته پیشنهاد شده معتبر و در برگیرنده همه گروه ها باشد. از طرف دیگر وزیران خارجه این سه کشور تاکید کردند ترکیب این کمیته مشخص شده و باید کارش را هرچه زودتر شروع کند. بر اساس گزارش‌ها از ابوظبی، طالبان گفته آماده است 6 ماه اعلام آتش بس کند به شرط اینکه به این گروه تضمین داده شود که دولت موقت آینده ای افغانستان به فرد منتخب این گروه واگذار می‌شود. طالبان رسماً این موضوع را تایید نکرده. در دومین روز گفتگوهای صلح افغانستان در امارات متحده عربی، نمایندگانی از آمریکا، پاکستان، عربستان و امارات حضور دارند. دولت افغانستان هم گفته هیئتی را به ابوظبی فرستاده، اگرچه طالبان اعلام کرده با نمایندگان دولت کابل دیدار نخواهد کرد. علی حسینی از کابل با جزئیات بیشتر. گفته شده در 2 روز گفتگوهای 12 نماینده طالبان با نمایندگانی از آمریکا، پاکستان، عربستان و امارات متحده عربی دست کم 3 موضوع نسبتاً مهم مطرح شده: ایجاد دولت موقت، معرفی نمایندگان گروه طالبان برای حضور در این دولت و آتش بس 6 ماه. گروه طالبان هم پیشنهادهای مشخصی داشته، از جمله اعلام برنامه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و همچنین رهایی زندانیان این گروه. گفته شده که نماینده آمریکا از طالبان خواسته که با اعلام آتش بس 6 ماهه‌ای توافق کنند. پاسخ طالبان این بوده در صورتی که پاکستان، عربستان و امارات متحده تضمین کند که رهبری دولت موقت آینده افغانستان بر عهده این گروه باشد، در آن صورت با آتش بس 6 ماهه توافق خواهند کرد.
هنوز مشخص نشده که واکنش دولت افغانستان به این موضوعات چه بوده. اما پیش از این دولت افغانستان اعلام کرده بود و تاکید کرده بود که توافقات و مذاکرات صلحی را میپذیرد که به رهبری دولت افغانستان باشد، در حالی که در مذاکرات ابوظبی دولت افغانستان نماینده فرستاده بود اما نتوانستند در این مذاکرات شرکت کنند. با این حال باید منتظر نشست که نتایج این مذاکراتی که 3 روزه گفته شده به طور قطعی چه خواهد بود. علی حسینی بود همکار ما از کابل در استودیو. زیا شهریار دیگر همکار ما به ما پیوسته. زیا، از قرار در نیم ساعت گذشته طالبان بیانیه داده راجع به این گفتگوها، چه گفته؟ ذبیح الله مجاهد گفته که گفتگوها جریان داره در ابوظبی، وارد دومین روزش شده و تاکید کرده که از نظر طالبای گفتگوها بیشتر روی چارچوب زمانی برای خروج نیروهای آنچه که اشغالگر خواندن هست و چیز دیگه طالبا از این گفتگوها نمیخواین و گفته که آنچه که خبرگزاری رویترز امروز گزارش داده در موردی که بحث 6 ماه آتش بس مطرح شده و اینکه دولت موقت باید ایجاد شده، ایره رد کرده، گفته که درست نیست. این در حالی است که امروز رویترز گزارش شده بود که منابعی از طالبا که در این مذاکرات شرکت دارن گفتن که آمریکایی ها خواهان از این هستن که 6 ماه آتش بس برقرار شده و طالبا نماینده های خود بر دولت آینده موقت در حقیقت معرفی بکنن و اینکه طالبا ظاهرا گفته باشن که ما این 6 ماه آتش بس وقت قبول میکنیم که کشورهای عربستان، پاکستان، امارات و خود آمریکا ضمانت بکنن که رهبری جدید دولت موقت را طالبان معرفی خواهند کرد و در صورت قبول خواهند کردن که 6 ماه آتش بس برقرار شود. بدون شک این مسائل مورد بحث بوده، آمریکایی‌ها کمتر در مورد صحبت میکنن، طالبان بیشتر در 3 دور کتابال مذاکرات که بین طالبان و آمریکایی‌ها صورت گرفته، این طالبان بودن که بیشتر معلومات میدادن بر رسانه ها از طریق منابعی که نمیخواستن نام بگیرن و بیشترش هم درست از آب در اومده. ولی خب با توجه به این تکذیبیه که الان میگه که ذبیح الله مجاهد تکذیب کرده، چون من خواستم راجع به اینها بیشتر با هم صحبت بکنیم، فرض رو بر این میذاریم که اینها در این مقطع به طور رسمی تکذیب شده، اما تحولات دیگه ای اتفاق افتاده که جالب توجه، این که هیئتی از جانب دولت افغانستان به ابوظبی رفته. آیا میشه این رو نشانه ای از پیشرفت و بهبود گفتگوها دونست؟ بازم طالبان پیوسته در 2-3 روز گذشته تاکید داشتن که اونا حاضر نیستن با هیئت دولت افغانستان صحبت بکنن، در به خاطر از اینکه هنوز موقعی نرسیده که به گفته از اونا با دولت افغانستان مستقیما صحبت کنن. بحثشون بر سر حضور نیروهای خارجی در افغانستان است، به این دلیل باید با مستقیما با آمریکایی‌ها صحبت کنن و اینکه اونا دولت افغانستان را به رسمیت نمیشناسند، رقت دست نشانده آمریکا میدانند. ولی منابع دولت افغانستان که من امروز صحبت کردم امروشن، این که مشخص است که 12 نماینده مذاکره کننده دولت به ابوظبی رفتن و ابراز امیدواری کردن که بتانن با نماینده های طالبان مستقیما صحبت کنند. مشخص هست این 12 نفر کی هستن و با چه عنوانی الان اونجا رفتن؟ بله، رئیس دفتر رئیس جمهوری افغانستان آقای عبدالسلام رحیمی ریاست بی هیئت با عهده داره و 11 نفر دیگه هم اعضای دولت هستن که آقای غنی در کنفرانس ژنو معرفی شان کرد و با این عنوان رفتن به ابوظبی که بتانن رو در رو با طالبان مذاکره کنن، ولی طالبا رد کردن مذاکره رو با اینا و امروز در شبکه های اجتماعی تقریبا به صورت استهزاآمیز هم اشاره شد که هیئت دولت افغانستان در لابی هتل ها منتظر هستن که طالبا قبول بکنن که امروشون صحبت بکنن، که البته منابع دولت افغانستان رو کاملا رد کردن و تا یک منبع که نمیشه به صورت کامل زیاد اعتماد کرد گفت که صحبتای هم کردن بین طالبا، صحبتای هم صورت گرفته بین طالبا و نماینده های دولت افغانستان، ولی چیز در این مورد ما بدست نداره. با توجه به اینکه الان پاکستان، عربستان و امارات تنها کشورهایی که زمانی دولت طالبان رو به رسمیت شناختن طرفی از گفتگوها هستند، میشه امیدوار بود که اونها با توجه به نفوذی که به طالبان دارن بتونن طالبان رو وا بدارن که با دولت مذاکره بکنه؟ تحول بزرگی در جریان است بدون شک. تا حال اتفاق نیفتاده بود که این 3 کشور همراه با آمریکا
و این هیئت بزرگ 12 نفره طالبا در حقیقت گفته میشه از شورای کویته از پاکستان هم هستن، از قطر هم هستن و حتی کسایی از داخل افغانستان هم نمایندگی میشن در این نشست. یک مومنتوم جدید، یعنی یک تحرک جدید بدون شک با وجود آمده و این صحبت ها با آمریکا تقریبا به دور سوم کشانده شده. قرار بوده این نشست که این بار برگزار شده یک روز باشه، ولی تا سه روز، یعنی فردا هم دوام داره. امیدواری های زیاد با وجود آمده که طالبات تقریبا باز شدن به گفتگو با آمریکا، تاکید دارن که صحبت میکنیم، با دولت افغانستان صحبت نمیکنیم، ولی انتظار میره که شاید بعد از اینکه به اکسس توافقات ابتدایی با آمریکا برسن، بالاخره قبول بکنن که با دولت افغانستان هم بشینن و صحبت کنن. طالبا گفتن که ما با دولت افغانستان صحبت نمیکنیم، ولی با گروه های سیاسی که در افغانستان هستن که اونا نفوذ واقعی دارن، با اونا قطعا بعد از اینکه با آمریکا به اکسس توافقات برسیم با اونا صحبت میکنیم، اینکه برای آینده افغانستان چه چشم اندازی داریم. متشکرم. زیا شهریار در استودیو با ما. انتشار ویدیویی از دعوای یک نماینده مجلس ایران با یک مامور گمرک آنچنان واساب گسترده‌ای در فضای مجازی داشته که حالا در فضای سیاسی ایران صحبت از استیضاح وزیر اقتصاد می‌شود. نماینده سراوان گفته ویدیو تقطیع شده بود و او توهینی نکرده. 40 نفر از نماینده‌های مجلس هم در دفاع از نماینده سراوان امروز وزیر اقتصاد را ناگزیر به عذرخواهی کردند. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. ماکرین عزیزم، این پیام نماینده سراوان خطاب به ملت ایران است. ویدیویی که از من منتشر شد که به یک مامور گمرک گفتم سر دراز دارد. این کلیپ توسط افراد مغرض پیرو یک درگیری و مشاجرات حدود 45 دقیقه‌ای که در محل گمرک ایران بین بنده و ارباب رجوع که به قوم بلوچ، مذهب اهل سنت و مسئولین کشور و نمایندگان مجلس توهین و اهانت نموده، که با تحریکات و بی احترامی یکی از پرسنل گمرک صورت گرفته است، با استفاده از ترفندهای کامپیوتری، تحریف، برش و همگامسازی کلمات. اگر فکر میکنید محمد باسط درازدهی تنها و محجور است، اشتباه میکنید. نماینده های مجلس تمام قد پشت همکار خود ایستاده و برای حذف وزیر به حرکت در آمدند. آن هم وزیر اقتصاد که در کنار رتق و فتق و امور اقتصادی کشور امروز 45 دقیقه وقت گذاشت تا از نماینده سراوان به خاطر رفتار مامور گمرک عذرخواهی کند. اما ظاهرا کافی نبود. طرح استیضاح وزیر اقتصاد فعلا 40 امضا دارد و شاید دوباره او مجبور شود برای کسب رأی اعتماد به پشت این تریبون بازگردد. هدف نماینده ها ظاهرا این است که نشان دهد وزیر اقتصاد باید تاوان عصبانی کردن یک نماینده مجلس را بدهد تا نماینده وادار به توهین نشود. درست صحبت مرده که عوضی ایشون نماینده مجلس ها؟ ایشون صحبت میکنه؟ ماشاءالله ایشون نماینده مجلس هست؟ الان این دارم کی بهش بینید؟ آن اون سر مملکتی که تو نماینده مجلس شاید بسترش بشه بده برو بیدون. و اونجا که نماینده مردم را عصبانی می کنند، مردم هم صحنه را بازسازی می کنند. شما دخالت نکن برادر من، عزیز من. نماینده مردم محترم سراوان در مجلس، درست گفتید، خاک بر سر. البته جنس واکنش های مردمی همیشه یکسان نیست. خاک بر سر تو که هر چه میکشیم از دست تو و امثال توست. خاک بر سر مسئول زیرفتی که و تو نسبت به هموطنت رو ببینه اما در مجلس رو به روی تو نبنده. یک نگاه آن است که باید به بحث توهین و عصبانیت در جامعه از طرف مسئولان رسیدگی شود. این همه آلودگی تو دنیا هست، این همه کارهایی که داره انجام میگیره، وقتی به ما، به خودمون که میرسه. یک نگاه همان است که این همه آلودگی صوتی به شکل توهین در جامعه وجود دارد، این هم روش. ایشون نماینده مجلس. فعلا چرخهای اقتصاد و قانونگذاری در ایران به حرکت درآمده تا گزارش‌های جداگانه و مفصل از آن چه به یک بحران نزاکتی مدیریتی بدل شده منتشر کنند. سیاوش اردلان، بی بی سی. در ادامه این برنامه، ساخت بزرگترین کشتی بادبانی چوبی در کویت ابتکار یک تاجر ایرانی تبار. باشگاه منچستر یونایتد جوزه مورینیو سرمربی این تیم را اخراج کرد. شا
شماری از دانشجویان ایرانی در آمریکا هفته هاست در مخالفت با تصویب طرحی که میگویند شرایط گرفتن اقامت دائم یا کارت سبز در آمریکا را برایشان از اینکه هست هم بسیار مشکل تر میکند، مشغول کمپین و تماس با نمایندگان کنگره در آن کشور هستند. این طرح اخیراً در مجلس نمایندگان به تصویب رسیده و ممکن است در روزهای آینده به لایحه بودجه در مجلس سنا هم ضمیمه شود و رأی نهایی را بیاورد. بهمن کلباسی از نیویورک گزارش می‌دهد. HR 392 نام یکی از صدها طرح و ماده واحده است که در کنگره آمریکا در حال بررسی است. این یکی اما از آن دسته است که با چراغی خاموش به تصویب نزدیک‌تر می‌شود. همین حرکت بی سر و صدای طرح به سمت رأی آوردن تعداد قابل توجهی از دانشجویان ایرانی در آمریکا را نگران کرده است. آنها میگویند اگر قانون شود ایرانیانی که میخواهند ویزای دانشجوییشان را به ویزای کار و سپس به کارت سبز یا اجازه اقامت در آمریکا تبدیل کنند باید 10 سال یا حتی بیشتر منتظر بمانند. وکلای مهاجرت میگویند این به این معناست که شهروندان کشورهایی که متقاضی بیشتری از آنها در آمریکا وجود دارند مثل چین و هند زودتر کارت سبز میگیرند و ملیت‌هایی چون ایرانیان برای مدتی بسیار طولانی تر باید انتظار بکشند. پرپیچ و خمتر شدن مسیر و انتظار طولانی تر برای ایرانیان متقاضی اقامت دائم مانند شیرین استحباناتی، دانشجوی دکترا و مدرس دانشکده شیمی دانشگاه شهر نیویورک. او و هزاران دانشجوی ایرانی که پای تومارهای اعتراضی به نمایندگان کنگره را امضا کردند میگویند وضع ایرانیان از متقاضیان دیگر کشورها بسیار بدتر است. ما دانشجوی ایرانی اکثرمون، یعنی اکثر قریب به اتفاقمون، ویزای یک بار ورود میگیریم که همونجوری همه میدونن اگه بریم ریسک زیاده که بخوایم برگردیم، چه بسا کسایی که رفتن ویزا نگرفتن درسشون نصف کار مونده. حالا دوم میشه این قانون منع ویزا برای ایرانیان، قانون travel ban، که خب خانواده‌های ما هم نمیتونن بیان و ما رو ببینن. من خودم یکی از کسایی بودم برای اینکه خانواده‌امو ببینم، در حدی خوش شانس بودم که پدر و مادر من اومده بودن سر این مرز توی کانادا، اونا ویزای کانادا داشتن و ما توی کتابخونه واسه چند ساعت تونستیم همو ببینیم. و حالا با این طرح جدیدی که داره توی کنگره میاد، به جای 3 تا 4 سال که گرین کارت از ویزای دانشجویی به ویزای کار و بعد گرفتن کارت سبز طول بکشه، ممکنه تا 10 سال طول بکشه با در نظر گرفتن مدت تحصیل. یک فرزنده خانواده میتونه 25 ساله خانواده رو ترک کرده باشه و تا 40 سالگی حتی نتونه پدر مادرش رو ببینه تا بتونه کارت اقامتش رو بگیره. و این شد که ما دانشجوی ایرانی با هم دیگه متحد شدیم و تصمیم گرفتیم که اطلاع رسانی بکنیم به نمایندای کنگره و بگیم که چقدر ما تحت این فشار قرار میگیریم به عنوان دانشجوهایی که توی مملکت درس میخونیم و به نوبه خودمون تاثیر مثبت داریم اینجا. تأثیر مثبت در آمریکا و مشقاتی که فرمانها و طرح‌های سختگیرانه 2 سال گذشته ایجاد کردند و آزاده نیکزاد، سازنده شیرازی فیلم‌های نجوا و اکس، در حال ساخت مستندی درباره آن است تا صدای اعتراضش را به همراه دیگر دانشجویان به گوش آمریکایی‌ها برساند. به عنوان یک زن و یک فیلمساز، زندگی من خیلی تحت تاثیر فرمان ممنوعیت و ممنوعیت ورود و طرحی که گرین کارت رو محدود میکنه قرار گرفته و به ویژه که من پدرم مریض هستن، مادرم همینطور نمیتونن اینجا منو ملاقات کنن و من هم نمیتونم برم اونجا ببینمشون و متاسفانه این مشکل بسیاری از ایرانی ها هست در آمریکا و من تصمیم گرفتم که یک فیلم در این مورد بسازم تا از طریقش آمریکایی ها آشنا بشن با مشکلات دوستاشون، همسایشون، همکاراشون، کسایی که واقعا توی این جامعه کار میکنن و خدمت میکنن به این جامعه. ایرانیان معترض به این طرح تنها نیستند. از انجمن بیمارستانهای آمریکا گرفته تا وکلای مهاجرت کانادای آمریکایی نسبت به پیامدهای تصویب HR 392 هشدار دادند. شرکت‌های بزرگ مانند مایکروسافت و آمازون اما حامی آن هستند. در هفته‌های آینده مشخص خواهد شد که آیا کنگره آمریکا مانع جدیدی به مسیر پردست‌انداز اقامت هزاران ایرانی در آمریکا اضافه خواهد کرد یا نه. بهمن کلبسی، BBC نیویورک.
هانی بازرگان، وکیل مهاجرت از نیویورک با ماست. آقای بازرگان، اگر این طرح تصویب بشه چه پیامدهایی برای کسانی داره که در داخل آمریکا هستند و چه پیامدهایی برای کسانی داره که خارج از آمریکا تلاش میکنن به آمریکا بیان؟ با عرض سلام خدمت شما بینندگان و شنوندگان عزیزتون، خدمت شما عرض کنم که تبعات این به این صورت هست که قانون کلی آمریکا به این صورته که الان هیچ کشوری بیش از 7% از کارت سبزهایی که در سال صادر میشه رو نمیتونه بگیره. اگر این قانون HR 392 تصویب بشه، تبعات یکی از مهمترین تبعاتش برای ایرانی ها اینه که الان کسانی که از طریق اسپانسر کاری که معروف به EB2 و EB3 برای کارت سبز اقدام میکنن و الان تقریبا یه چیزی حدود 2 تا 3 سال طول میکشه، ممکنه بین 10 تا حتی بیشتر از اون طول بکشه. یکی دیگر از تبعات اونم اینه که چون مدت زمان بسیار طولانی میشه، ممکن اصلا اسپانسر اون شخص بعد از این مدت دیگه نیازی به اون شخص نداشته باشه و اصلا کل اون پتیشنی که فایل کردن از بین بره. ولی از طرف دیگه خب کسانی که از طرف ازدواج، از طریق ازدواج و فامیلی براشون فایل شده یا اقدام خواهند کرد، برای اونو هیچ تبعاتی نداره، چون این قانون دقیقا تمرکزش روی کارت سبز از طریق کاریه. چقدر احتمال داره تصویب بشه این طرح؟ ببینین، این طرح کاملا فراجناحیه. مقداری از، یعنی تعداد زیادی از کسانی که در کانگره و سنت آمریکا هستن که اینا هم از طرف جمهوری خواه هستن هم از طرف دموکرات هستن، در واقع پشتیبان این طرح هستن. احتمال زیادی که هست اینه که به علت دعوای جناحی که فعلا در بین در واقع سنای آمریکا و نمایندگان کنگره هست، ممکنه به صورت موقت این فعلا تصویب نشه. ولی به علت اینکه این کاملا فراجناحیه و از دو گروه حامیای این طرح داره، احتمالش هست که در آینده این طرح در واقع تصویب بشه و بره جلو. یکی دیگه از دلایل اینه که شرکت‌های بسیار بزرگی مثل آمازون، مثل آی بی ام، مثل اچ پی و مایکروسافت، اینها پشت این داستان هستن و حمایت میکنن. مخالفین این طرح تنها مسئله‌ای که دارن اینه که میگن آوردن این همه نیروی کار در یک مدت کوتاه ممکنه به نیروی کار آمریکایی آسیب بزنه. تلاش هایی که جامعه مدنی داره میکنه، نمونه هاشو در گزارش بهمن هم دیدیم، آیا ممکنه تأثیری داشته باشه؟ بله ممکنه داشته باشه. به هر حال اینا نمایندگان مردم هستن و اگر آگاه بشن به در واقع تأثیرات منفی دیگه‌ای که ممکنه این طرح داشته باشه، ممکنه اونها رأیشون رو عوض بکنن و به سمتی بره که باعث بشن که این طرح تصویب نشه. متشکر از شما، هانی بازرگان، وکیل مهاجرت از نیویورک با ما. یک قاضی فدرال در واشنگتن دی سی صدور حکم برای مایکل فلین، مشاور امنیت ملی اسبق دونالد ترامپ را به تعویق انداخته. آقای فلین که در جریان تحقیقات مربوط به پرونده دخالت روسیه در انتخابات آمریکا به دروغگویی در رابطه با ارتباطش با سفیر روسیه متهم شد، امروز در دادگاه حاضر شد و اتهام‌هایش را پذیرفت. رابرت مولر نماینده ویژه دادگستری در پرونده روسیه گفته آقای فلین با بازرسان همکاری کرده و برای همین خواهان این است که قاضی برای او حکم زندان صادر نکند. همکارم خشایار جنیدی از واشنگتن با ماست. اینکه حکم زندان صادر نمیشه تا چند اندازه میشه گفت که از دردسرهای آقای فلین کم شده؟ خشایار، آقای فلین و وکلاش حداقل میتونن امیدوار باشن که قاضی 3 ماه دیگر که دوباره جلسه تشکیل میده ملایمتر برخورد کنه با آقای فلین و حکم سبکتری رو بهش بده. هرچند رابرت مولر نماینده ویژه دادگستری در پرونده موسوم به دخالت روسیه گفته که با توجه به خدمات نظامی آقای فلین در ارتش آمریکا و خدماتی که به کشور کرده و اینکه همکاری کرده با او و دیگر بازرسان پرونده، خواهان این شده که حداقل مجازات برای او در نظر گرفته بشه و او به زندان نره. منتها قاضی امروز در جلسه‌ای که آقای فلین در دادگاه حاضر شد و در دادگاه رسما پذیرفت موارد اتهامی و خودش رو مجرم اعلام کرد، قاضی به او اشاره کرد که کاری که او کرده تقریبا معادل با وطن فروشی بوده و اینکه مشمئز هست از رفتار او، اشاره داشت با ارتباطاتی که آقای فلین با مقام های روسیه از جمله سرگئی کیسلیاک سفیر وقت روسیه در
واشنگتن داشته که آقای یکی از اتهامایی که مطرح شده علیه آقای فلین این هست که اطلاعات غلط داده در مورد دیدارهاش با آقای کیسلیاک. منتها قاضی بعدن با اشاره به این که آقای فلین قصد داره به همکاری خودش به با بازرسان ادامه بده، به وکلای او پیشنهاد داد که صدور حکم رو به عقب بندازه که وکلای او هم پذیرفتند و برای همین صدور حکم به اسفند ماه موکول شده. کار پرونده بیژن کیان شریک آقای فلین به کجا کشیده؟ آقای کیان امروز چند ساعت قبل از اینکه قاضی به پرونده آقای فلین بر جلسه تشکیل بده برای بررسی پرونده او، در دادگاه فدرال دیگری در ایالت ویرجینیا در مجاورت واشنگتن دی سی حاضر شد. اتهامایی که علیهش مطرح شده رو نپذیرفت و خودش رو مجرم ندانست. این بخشی از روند قضایی اینجا هست که فرخواست علیهش صادر شده، تفهیم اتهام شده، روز گذشته در دادگاه رفته و قاضی اتهام ها رو برای او گفته که مربوط میشه به نقض قوانین مربوط به لابیگری برای دولت های خارجی در آمریکا. در پرونده دیگری که پای آقای فلین هم درگیر هست و معروف شده به پرونده لابیگری برای ترکیه در رابطه با درخواست دولت ترکیه برای استرداد فتح الله گلن، و حالا قرار هست در ماه فوریه به پرونده آقای کیان در دادگاه رسیدگی بشه. خودش اتهامی که مطرح شده علیهش رو رد کرده و خودش رو بیگناه دانسته. ممنونم از خشایار جنیدی، همکارم در واشنگتن. لنج یا کشتی بادبانی چوبی نمادی از تاریخ کویت است. این نوع کشتی ها در جنوب ایران هم از دیرباز ساخته می شده، اما بزرگترین کشتی بادبانی چوبی در کویت ساخته شده و هزینه‌اش را هم یک تاجر کویتی ایرانی تبار پرداخته. این لنج منحصر به فرد یکی از جاذبه های گردشگری کویت است. سهراب ضیا در بخش دیگری از گزارش هایش از نقش کشتی های بادبانی در زندگی دیروز و امروز مردم کویت می گوید. کویت تنها با عراق و عربستان سعودی مرزی زمینی دارد. بقیه کشورها از جمله ایران همسایه های دریایی کویت محسوب می شوند. قبل از کشف نفت و پیشرفت این سرزمین، مردمان کویت زندگیشان را از راه دریا می گذراندند. تجارت با کشتی یا صید ماهی و مروارید پیشه برتری آنها بود. برای پیشبرد این کارشان، آنها دست به ساخت کشتی های بادبانی و لنج های مختلف زدن که امروزه با عنوان میراث تاریخی آنها شناخته می شود. امروزه در کویت کشتی ها را فقط روی آب دریا نمی بینید. در حاشیه خیابان ها و مناطق مختلف پایتخت این کشور هم کشتی های زیاده دیده می شود. نقش لنج یا همان کشتی بادبانی چوبی هم در همه جا هست. از کوچکترین روی سیکه های پول و تا بزرگترینش که اینجا خودنمایی میکند. این کشتی با عظمت که آل هاشمی دو نام دارد در سالهای 1997 و 2000 ساخته شده است. سال 2002 با عنوان بزرگترین کشتی بادبانی چوبی در کتاب رکوردهای جهانی گینس ثبت شد. این کشتی هیچ وقت بر آبها شناور نشده و در همین جا ساخته شده. حالا از سالونی آن برای مهمانی ها و همایش های بزرگ استفاده می شود. در این سالن می توان همزمان از 1000 مهمان پذیرایی کرد. حالا کشتی های بادبانی را عمدتاً در موزه ها می توان دید، زیرا در کویت دیگر کشتی های بادبانی واقعی نمی سازند. اما ساخت کشتی های بادبانی کوچک همچنان ادامه دارد. با حمایت دولت در کنار دیوانه کشتی سازها در کویت یک کارگاه نجاری فعال شده که در آن انواع مختلف کشتی های بادبانی کوچک ساخته می شود تا جوانها از پدران خود نحوه ساخت چنین کشتی ها را آموزش ببینند. عندنا السفن الكبيره اللي هي البوم
به کشتی‌های بادبانی قدیمی بوم می‌گفتند و به بزرگترین‌هایش السفار. السفار از کویت به سمت ایران و دیگر کشورهای منطقه و حتی تا آفریقا رفت و آمد داشت و کالاهای مختلفی را حمل و نقل می‌کرد. بوم سخ برای حمل تخت سنگ‌ها و بوم میاه که برای حمل و نقل آب شیرین استفاده می‌شد. یک نمونه دیگر بوم القوس نام داشت که فقط در صیادی و غواصی برای پیدا کردن مروارید از آن استفاده می‌شد. کویتی‌ها کشتی‌های بادبانی چوبی یا لنش را اساس و پایه چرخه اقتصادی کشورشان در تاریخ می‌دانند. آنها می‌گویند این میراث تاریخی خود را هیچگاه فراموش نخواهند کرد، زیرا با توجه به موقعیت جغرافیایی کویت، کشتی‌ها و صنعت کشتی‌سازی و کشتیرانی در بقای این کشور نقش کلیدی داشته و در آینده نیز خواهد داشت. سهراب ضیا، بی بی سی، کویت. منچستر یونایتد جوز مورینیو مربی این تیم را اخراج کرد. آقای مورینیو 2.5 سال هدایت شیاطین سرخ را بر عهده داشت و با این تیم قهرمان جام حذفی و لیگ اروپا شد. منچستر یونایتد در این فصل وضعیت خوبی در جدول لیگ برتر فوتبال انگلستان ندارد و در رتبه ششم است. مورینیو در آخرین بازی خود به عنوان مربی منچستر یونایتد 3-1 به لیورپول باخت. کاوه مشکات گزارش می‌دهد. یکی از سرشناس‌ترین مربی‌های جهان فوتبال، یکی از بزرگترین تیم‌های جهان و یکی از سخت‌ترین چالش‌ها در دنیای فوتبال. حضور ژوز مورینیو در منچستر یونایتد تصمیمی سودآور برای باشگاه بود. فکر کنم این شغلیه که همه دنبالش باشن، اما آدم‌های زیادی شانس گرفتنش رو ندارن، ولی من این شغل رو دارم. آمدن مورینیو به منچستر یونایتد بیشتر یک نمایش قدرت بود تا انتخاب مربی. این باشگاه در همان تابستان پل پوگبا را هم به تئاتر رویاها آورد، گران قیمت‌ترین بازیکن تاریخ منچستر یونایتد. این آخرین باری بود که آقای خاص روی صندلی سرمربی منچستر یونایتد نشست. مسابقه‌ای که نتیجه آن باخت مقابل حریف دیرینه بود. بدترین شروع یونایتد در 28 سال گذشته با 19 امتیاز اختلاف با لیورپول صدرنشین. چهره‌های ناراضی و در همه مقام‌های باشگاه، باختی که تیر خلاص برای دوران حضور مورینیو در این تیم بود. ناکامی در لیگ و موفقیت در جام‌ها حاصل 2.5 سال حضور مورینیو در یونایتد بود. 2 قهرمانی در جام حذفی و لیگ اروپا. اما از تابستان امسال اختلاف‌ها بالا گرفت. مورینیو بازیکنان بیشتری می‌خواست ولی باشگاه حاضر به خرج کردن نبود. نتایج بعد اول فصل انتقادها از او و کارنامه‌اش را بیشتر و بیشتر کرد. 3 premierships and I won more premierships. 3 قهرمانی در لیگ. من تنهایی بیشتر از همه 19 مربی لیگ برتر قهرمان شدم. 3 تا برای من، 2 تا برای اونا. احترام بذارید. احترام بذارید. او تنها با خبرنگاران سرشاخ نشد. پل پوگبا بارها از ابتدای فصل نیمکت نشین بود. نشانه ای از شکراب شدن رابطه مربی و بازیکن. پس از خداحافظی الکس فرگوسن، منچستر یونایتد مربی‌های مختلفی را برای پر کردن جای خالی او امتحان کرد. ابتدا دیوید مویز و سپس لوی فان خال، 2 مربی که هر دو ناکام بودند. نام ژوزه مورینیو حالا به فهرست مربیان ناکام یونایتد اضافه شد. اخراجی که بیش از 22 میلیون دلار برای این باشگاه هزینه برداشت. حالا باشگاه به دنبال 4مین مربی پس از دوران پسا فرگوسن است و آقای خاص به دنبال یک باشگاه تازه. کاوه مشکات، بی بی سی. کوروش بازیار، کارشناس و مربی فوتبال از فرانکفورت آلمان با ما. آقای بازیار، فکر میکنی چه عواملی کار آقای مورینیو رو به اینجا کشوند؟ خب هر باشگاهی فلسفه خاص خودش رو برای باشگاهداری داره. ما اگر به منچستر یونایتد توجه کنیم، 3 اصل فراموش نشدنی داره این باشگاه. 1 شیوه بازی کردن این تیم هست. 2 برنده شدن. 3 استفاده کردن از تولیدات آکادمی باشگاه. وقتی که در گزارش هم بهش همکارتون به خوبی اشاره کرد، در ابتدای فصل آقای مورینیو انگشت گذاشته بود روی چند تا مدافع گران قیمت و باشگاه باش مخالفت کرد. میبینیم که این اختلاف از ابتدای فصل با باشگاه شروع شد. به این اختلاف مورینیو با باشگاه بایستی دیر اضافه شدن بازیکنان منچستر یونایتد را هم برای پیش پس اضافه کنیم. فراموش نکنیم بازیکنان زیادی در منچستر یونایتد در تیم‌های ملی باشگاه‌های مختلف
جهان، تیمای ملی مختلف جهان در روسیه در جام جهانی بازی کردن، دیر به این تیم اضافه شدن و بعد هم خود مورینیو با بازیکنانش به مشکل برخورد و کاپیتانش رو اومد حتی بازوبند کاپیتانی رو ازش پس گرفت و نیمکت نشینش کرد. این سری مسائل کنار هم بذاریم میبینیم که کوتاه‌ترین و بدیهی‌ترین راه اخراج مربی است وقتی که یک باشگاه به مشکل برمیخوره، چرا که باشگاه نمیتونه بیاد 25 بازیکن رو اخراج کنه به خاطر یک مربی. زمانی در منچستر یونایتد مورینیو خیلی موفق بود، بعد از اون دیگه اون سلسله موفق رو نتونست، سلسله از موفقیت ها نتونست تکرار کنه. چرا؟ مورینیو کم نامی در فوتبال دنیا نیست. سه مربی ما در طول تاریخ دنیا داریم که با تیم‌های مختلف قهرمان شمپیونز لیگ شدن، ارنست هاپل، اوتمار هیسپل و مورینیو. بعد مورینیو فراموش نکنیم علاوه بر دو بار با دو تیم مختلف قهرمان چمپیونز لیگ شده، با پورتو پرتغال و منچستر یونایتد قهرمان یوفا کاپ هم شده. بنابراین فلسفه مربیگری مورینیو این هستش که بیاد تاپ ترین بازیکن‌ها رو در اختیار داشته باشه. اما همونطوری که در سوال پیشم بهش اشاره کردم، منچستر یونایتد بیشتر دوست داره که اقتصادی کار کنه، از دسترنج و دستمایه و تولیدات آکادمیش استفاده کنه. بنابراین این مشکلات دور از ذهن نمیتونه. آقای بازیار، چه آینده میشه برای منچستر یونایتد تصور کرد؟ کی میتونه جایگزین مورینیو بشه؟ خب با توجه به این سیلابی که بعد از رفتن سر فرگوسن در این تیم به وجود اومده، واقعا هر کسی که بخواد این کارو شروع کنه بایستی شهامت زیادی داشته باشه. اما نام‌هایی که امروز ما در مدیا میخونیم، از زینالدین زیدان گرفته تا بلاک گرفته تا کارلوس کیروش، اینا هستن کسایی که میتونن، واقعا نام‌هایی هستن که تجربه این کار بزرگ رو دارن. اما باز هم تاکید میکنم فلسفه خود باشگاه بایستی با خواسته های مربی تطبیق داشته باشه. ممنونم از کوروش بازیار، کارشناس و مربی فوتبال از فرانکفورت آلمان با ما. کره جنوبی از جمله کشورهایی که بالاترین میزان گسترش صنعت بازی‌های کامپیوتری آنلاین رو داره. بیش از نیمی از جمعیت این کشور یا بازی‌های کامپیوتری می‌کنند یا در حال تماشای بازی دیگران در رقابت‌های حرفه‌ای‌اند. اما این رشد سریع مشکلاتی هم به وجود آورده، از جمله اعتیاد به بازی‌های کامپیوتری. لارا بیکر گزارش می‌دهد. In South Korea, many kids don't want to be sports stars. در کره جنوبی بسیاری از بچه‌ها علاقه به ستاره ورزشی شدن ندارند، اما در عوض به دنبال کسب شهرت در دنیای بازی‌های کامپیوتری‌اند. اونها ساعت‌ها در اتاق‌هایی که مخصوص انجام این بازی‌هاست می‌نشینند و بازی می‌کنند. رقابت اونقدر شدید است که حتی وقتی برای غذا خوردن هم نیست. بچه‌ها در اینجا جنگجو، قهرمان و یا برنده‌اند. اما این موضوع تأثیر زیادی روی نسل جدید گذاشته. این نوجوانان تنها تعدادی از صدها نفری هستند که باید برای از بین بردن آثار منفی بازی‌های کامپیوتری دوره‌های ویژه‌ای را بگذرانند، چون اشتیاق بیش از حدشان به بازی‌های کامپیوتری تبدیل به اعتیاد شده. سعی کردم بازی‌های کامپیوتری رو کنار بذارم، اما دوستام دوباره تشویقم کردن و دوباره بازی کردن رو شروع کردم. وقتی میرم سراغ این بازی‌ها ساعت‌ها می‌گذرن و من هنوز دارم بازی می‌کنم. اینطور شد که فکر کردم به بازی کردن معتاد شدم. احساس کردم یکی باید کمکم کنه. اونها رو به یک محل نگهداری سالمندان بردن. هدف اینه که دوباره به زندگی واقعی برگردند و بتوانند روابط انسانیشون رو گسترش دهند پیش از آن که مشکلشون حادتر بشه. پلیس چن را پس از اون که 96 ساعت در یک مرکز بازی‌های کامپیوتری به بازی کردن مشغول بود به بیمارستان منتقل کرد. او چندین هفته تحت مراقبت‌های ویژه روانشناسی از سوی پزشکان بود. چندین بار شکست خوردم، اشتباهات زیادی کردم، نتونستم سر حرفم بمونم. مدیر یکی از مدارس اینجا هم معتقد است که راه مقابله با این رفتار محدود کردن بازی‌های کامپیوتری نیست، بلکه تشویق کردن بچه‌ها به بازی کردن است. هونه 18 ساله در درس‌هایش مشکل پیدا کرده بود، چون تمام شب را به بازی‌های کامپیوتری می‌گذروند. اما حالا به او اجازه دادند تا برای پرورش مهارت‌هایش بتواند در مدرسه بازی کند. فکر کنم از طریق بازی‌های کامپیوتری میتونم نشون بدم که در چه زمینه‌هایی قوی‌تر هستم. میتونم نقاط قوتم رو به دیگران نشون بدم. وقتی به خاطر خوب بازی کردن من برنده میشیم، خیلی خوشحال میشم.
این معلم استفاده از بازی‌های کامپیوتری را به یک برنامه درسی تبدیل کرده. همه به عنوان مشکل به این موضوع نگاه میکنن، اما اگر کمی عمیق‌تر نگاه کنیم میبینیم که هر کدوم از این بچه‌ها توانایی‌هایی دارن. اگر به این توانایی‌ها اهمیت بدیم و روی اونها کار کنیم میبینیم که اونها چه نبوغی دارن. کره جنوبی دارای یکی از بزرگترین صنعت‌های تولید بازی‌های کامپیوتری دنیاست، صنعتی به ارزش بیش از 5 میلیارد دلار که به سرعت هم رو به رشده. اما این کشور همزمان نیاز دارد تا سرمایه‌گذاری‌های زیادی انجام دهد تا مطمئن شود که نسل جدیدش را در این راه از دست نخواهد داد. Laura Bicker, BBC News, Seoul. فقط ویژه کره نیست. ما هم یه جورای دیگه معتادیم به موبایلامون. همه جا هست، درست. از طرف بازی کامپیوتر نمی‌کنیم. اگه برسم می‌کنم ولی نمی‌رسم. صبر. ممنونم از شما.